دو مقام آمریکایی اعلام کردند که چهار فروند از موشک های شلیک شده روسیه به سمت اهدافی در سوریه دچار انحراف شده و در خاک ایران سقوط کردند. خبرگزاری فرانسه، رویترز و اسوشیید پرس روز پنجشنبه 16 مهر در گزارش های جداگانه این خبر را به نقل از دو مقام ارشد دفاعی آمریکا مخابره کردند که خواستند نامشان افشان نشود. این نخستین بار است که روسیه از موشک های دورپرواز کالیبر استفاده می کند. هنوز گزارشی درباره تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از سقوط این موشک ها در ایران منتشر نشده است. وزارت دفاع روسیه این خبر را تکذیب کرده و گفته که موشک های پرتاب شده در سوریه به هدف اصابت کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است نمیتواند این خبر را تایید کند. یک مقام ایرانی که از اون نام برده نشده است نیز در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ادعای آمریکایی ها مبنی بر سقوط موشک در خاک ایران را تکسیب کرده و گفته است این خبرها برای انحراف افکار عمومی و جنگ تبلیغاتی قرب علیه روسیه است با این حال برخی از سایت های محلی در شمال و شمال غرب ایران که محل عبور موشک های روسیه به سمت سوریه بودند گزارش دادند که افراد محلی سقوط اشیاء ناشناس را در اطراف محل زندگی خود گزارش کردند گزارش این سایت ها نشان می دهد که صبح روز چهارشنبه و همزمان با شلیک موشک های کروز روسیه به سمت سوریه مردم برخی از نواحی استان گیلان، آذربایجان غربی و کردستان شاهد عبور اشیای ناشناس پرنده بودند که پس از مدت کوتاهی منفجر شدند. سایت تخت نیوز در تکاب واقع در جنوب آذربایجان غربی روز پنجشنبه از سقوط یک شیء پرنده ناشناس در روستایی به نام قزقاپان در 35 کیلومتری شهر تکاب خبر داد این وبسایت گزارش داد صدای انفجار به حدی بود که باعث شکست شدن بیشتر شیشه های منازل اهالی و تلف شدن چند رستام و زخمی شدن دو نفر شد این سایت محلی نوشته است پس از این حادثه نیروهای امنیتی سریعا در محل حضور یافته و قطعات باقی مانده را جهت بررسی بهتر با خود بردند ایرج سقفی فرماندار شهر تکاب نیز روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این خبر را تایید کرده بود ولی گفته بود که ماهیت این شی ناشناس هنوز معلوم نیست سایت خبری گولان سقز نیز در گزارشی از سقوط یک شیء ناشناس در روستای تومار سقز در استان کردستان خبر داده است این وبسایت خبر داده حادثه یاد شده خسارت جانی در بر نداشت و قطعات این پهباد جهت بررسی و شناسایی بیشتر توسط نیروهای امنیتی به سپاه شهرستان سقز انتقال داده شد موشک دور پرواز کالیبر انکی بردی معادل 2500 کیلومتر دارد و برای رسیدن به هدف در سوریه با گذشتن از فراز ایران و عراق میبایست نزدیک به 1500 کیلومتر را طی کند این موشک برای نخستین بار است که در عملیات واقعی مورد استفاده قرار میگیرد و ها تاکید دارند که دایره خطای آن سه متر است این موشک در ارتفاع کم پرواز میکند که از دید رادار محفوظ باشد روسیه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که برای پرتاب این ها از دریای خزر و عبور از خاک ایران هماهنگی لازم را با دولت ایران انجام داده است همزمان روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ای از مرگ حسین حمدانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه خبر داده است روابط عمومی سپاه در اطلاعیه خود نوشته است این فرمانده سپاه نقش تعیین کننده در حفظ و حراست حرم حضرت زینب و کمک و تقویت جبهه مقاومت اسلامی در جنگ تروریستی سوریه داشت که عصر دیروز در حین انجام مأموریت در حومه شهر حلب به دست تروریست های داعشی کشته شده است خبری که پیشتر رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه آن را تکسیب کرده بود همزمان بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد برای نخستین بار نسبت به خطرهای دخالت حزب الله و دیگر نیروهای لبنانی در جنگهای عراق و یمن هشدار داد و از دولت و ارتش لبنان خواست تا مانع از رسیدن اسلحه به حزب الله شود دبیر کل سازمان ملل تأکید کرده است دست داشتن حزب الله و برخی گروه های دیگر لبنانی در جنگ سوریه به شکلی جدی امنیت و ثبات در لبنان را تهدید می کند. حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه شرکت می کند و در کنار نیروهای دولتی این کشور علیه مخالفان می جنگد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته است با شناسایی پیکر دو زائر تعداد مفقود شدگان ایرانی فاجعه منا به 67 نفر کاهش یافته به با اشاره به زمان بر بودن شناسایی هویت پیکرهای حادثه منا تصریح کرد از روز پنجشنبه 16 مه شناسایی هویت زائران با جدیت توسط گروه های تفحص در سردخانه های جده و مکه ادامه دارد و امیدواریم تا پایان جمعه 17 ما شناسایی هویت 87 زائر که باید به ایران انتقال داده شود انجام گیرد رئیس سازمان حج خبر داد که با انتقال این 87 پیکر به کشور تعداد پیکرهای جان باختگان انتقال داده شده به 395 نفر میرسد وی همچنین خبر داد که هنوز اطلاعی از 67 زائر در دسترس نیست که هم از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و هم از طریق ستاد حج و زیارت در مکه گروه های تفحص کار پیگیری از وضعیت مفقودان را انجام میدن. از میان 464 جان باخته فاجعه منا تا کنون پیکر 308 زائر به کشور منتقل شده است. همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران گفته است دو زائر ایرانی بازداشت شده در عربستان سعودی طی روزهای گذشته آزاد شدند آقای امیر عبداللهیان در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال اینکه 69 حاجی که به عنوان مفقود اعلام شدند توسط دولت عربستان دستگیر شده باشند وجود دارد یا خیر گفت تا این لحظه تمام بیمارستان هایی که احتمال داده میشد از حادث دیدگان منا در آن حضور داشته باشند مورد بازدید دقیق قرار گرفت که متاسفانه هیچ یک عزیزان ما در چهار روز گذشته در این بیمارستان ها حضور نداشتند به گفته از اخبار متعارضی در خصوص احتمال وجود زندانیان یا بازداشت شدگان وجود دارد ولی ما تا تعیین وضعیت قطعی 69 مفقود نمیتوانیم این اخبار را مورد تایید قرار دهیم علی قاضی اسگر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت ایران نیز روز پنجشنبه 16 همه مهر در همین زمینه دستگیری یا جاماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستان عربستان را تکذیب کرد و گفت در مذاکراتی که شب گذشته با مقامات سعودی داشتیم آنها پذیرفتند تعدادی کارشناس از عربستان به ایران بیایند تا شناسایی این اجساد در داخل کشور ما انجام شود هویت ایرانی این اجساد بر ما معلوم است اما مشخصات آنها معلوم نیست. سرپرست حجاج ایرانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با فاجعه منا آیا به تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده و نتیجه آن تا این مرحله چه بوده است گفت ما با شاهدان عینی حاضر در صحنه فاجعه مصاحبه و فیلم های تهیه شده را جمع وری کردیم اطلاعات زی قیمتی به دست آمده گزارش های اولیه تهیه شده و به رهبری و دولت ارائه خواهد شد آقای قاضی اسگر گفت بر اساس اظهارات شاهدان عینی مسیر حرکت در روز عید قربان روان بوده و اگر مسیر بسته نمیشد چنین روخ رخ نمیداد. مسئله آن روز عدم آمادگی نیروهای امنیتی، گرمای هوا، موانع مسیر تردد و از این دست است که موضوع کاملا برای ما روشن شده است. در روزهایی که هر لحظه عباده گسترده گستردهتری از فاجعه منا منتشر میشد و مردم در شوک این اتفاق تلخ بودند، یک ایده هنری نامناسب مبنی بر گذاشتن ماکت اجساد کشته شدگان منا در بوستانی در تهران اجرا شد که صدای خیلی ها را در چیدن بیش از صد ماکت کفن پوش در یکی از بوستانهای پر رفت و آمد تهران واکنش از سوی مردم و برخی رسانه ها به دنبال داشت. گروهی از مردم که به همراه کودکانشان به این بوستان رفته بودند با دیدن جنازه های کفن پوش روی زمین اعتراض خود را نسبت به اجرای چنین طرحی ابراز کردند در خبر دیگر احمد علم امام جمعه مشهد گفته است فاجعه منا مقدمه و پیش زمینه ظهور فرج امام زمان است و این زمینه نیاز به قربانی داشته همچنان که رکاب بقیت الله فدایی لازم دارد هیئت چهارگانه گفتگوی ملی تونس به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2015 اعلام شد. کمیته صلح نوبل مستقر در اسلو پایتخت نروژ در توضیح دلیل اعطای این جایزه اعلام کرد این نهاد در زمانی که تونس در آستانه جنگ داخلی قرار داشت با ارائه یک راه حل مسالمت آمیز سیاسی توانست آرامش را به این کشور بازگرداند و همزمان حقوق اساسی مردم تونس را نیز تضمین کند این هیئت از نمایندگان سندیکای عمومی کارگران اتحادیه سنفی صنایع و صنایع دستی تونس اتحادیه حقوق بشر تونس و کانون وکلای این کشور تشکیل شده است کمیته صلح نوبل پیشتر اعلام کرده بود که امسال 273 نام شامل 25 فرد و 68 سازمان را برای نامزدی صلح نوبل از نقاط مختلف جهان دریافت کرده است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان آنگلا مرکل صدر عظم آلمان و ادوارد سنودن افشاگر آمریکایی از جمله مطرحترین نامزدهای امسال بودند. نام محمد جواد ظریف و جنکری وزرای خارجه ایران و آمریکا هم به دلیل مذاکرات منجر به توافق ای ایران در تابستان امسال در میان نامزدها بود سال گذشته میلادی ملاله یوسفزی دختر پاکستانی که برای حق تحصیل دختران فعالیت می کند این جایزه را به طور مشترک با کایلاش ساتیارتی فعال هندی حقوق کودکان دریافت کرد از سال 1901 که اهدای جایزه صلح نوبل آغاز شده و از میان 128 برنده صلح نوبل تاکنون 16 زن برنده این جایزه شدند جایزه ادبیات نوبل امسال نیز به سبتلنا الکسیویچ نویسنده و روزنامه اهل بلاروس رسید اکادمی نوبل روز پنجشنبه شازدهم مهر در بیانیه ای اعلام کرد که خانم الکسویچ را به خاطر انکاس صداهای مختلف در آثارش مستحق این جایزه دانسته است آثاری که تجسم رنج و شهامت در اصر ماست این بیانیه به دیدگاه های سیاسی و اجتماعی سویتلان الکسویچ اشاره دارد و از او به عنوان یکی از منتقدان برجسته حکومت روسیه نام میبرد سارا دانیوس دبیر آکادمی نوبل گفت خانم الکسیویچ روح مردم شوروی و دوران پس از شوروی را در آثار خود منعکس کرده است اگرچه آثار او منحصر به تاریخ نیست بلکه موضوعاتی ازلی و ابدی را نیز در بر میگیرد خانم الکسیویچ اگرچه نویسنده داستانهای کوتاه است اما به واسطه گزارشها مقالات و کتابهایی که در حوزه تاریخ شفاهی طبق بندی می شوند و از جمله کتاب صداهایی از چرنوبیل شهرت یافته است جدیدترین کتاب خانم الکسویچ با عنوان زمانه دست دوم نیز در شماری کتابهای تاریخ شفاهی محسوب می شود و قرار است که به زودی یک ناشر انگلیسی مستقل آن را منتشر کند بعد از اعلام خبر دریافت جایزه خانم الکسویچ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این جایزه نه تنها برای من که برای فرهنگ و کشورم که همیشه زیر فشار بوده پاداش مهمی است وی گفت امروزه شریف بودن کار بسیار دشواری است اما هیچگاه نباید با قدرت زورگو کنار بیاییم به دنبال دستیابی ایران به یک توافق هسته ای با کشورهای پنج به علاوه یک مجلس این کشورها 90 روز مهلت دارند تا برجام را بررسی کنند. این مهلت 21 مهر ماه به پایان می رسد. با این حال حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام دوشنبه 13 مهر ماه از تهیه گزارشی تفصیلی در بیش از هزار صفحه خبر داد که به گفته او تا دو ماه دیگر تهیه و به سران قوا مقامات ارشد کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی داده خواهد شد خبرگزاری ایرنا روز پنج شنبه 16 مهر در گزارشی به بررسی ضررهای ناشی از به تأخیر افتادن رسیدگی مجلس به برجام و روشن شدن تکلیف نهایی آن پرداخته است. این خبرگزاری با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس به عملکرد این کمیسیون انتقاد کرده است که پس از صرف 170 ساعت بررسی گزارشی یک سونگر و خلاف واقع ارائه داده است. لحن گزارش کمیسیون ویژه به قدری نسبت به برجام منفی است که با اعتراض پنج تن از اعضای کمیسیون ویژه بررسی توافق روبرو شده است و حتی در جریان تهیه پیشنویس آن سه نفر از آنها جلسه را ترک کردند. منتقدان به گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام میگویند این گزارش نکات بسیار مثبت توافق هسته ایران با پنج به علاوه یک را نادیده گرفته است. خبرگزاری ایرنا در گزارش خود نوشته است حالا که طرح اجرای برجام به تصویب کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون انرژی مجلس رسیده و شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تصویب کرده انتظار می رود که نمایندگان مجلس هم در روزهای آینده مهر تایید خود را بر آن بزنند وگرنه تأخیر و تعلل در تایید آن هزینه های زیادی را بر مردم و منافع ملی تحمیل خواهد کرد. این خبرگزاری با انتقاد از نمایندگان دلواپس نوشته است که بهتر است آنان منافع حزبی و گروهی را بر منافع ملی مقدم نشمارند زیرا هر روز تأخیر معادل است با 100 میلیون دلار ضرر نام طرح مجلس طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام است که ابتدا با دو فوریت پیشنهاد شده بود ولی دو فوریت آن رای نیاورد در صورتی که دو فوریت این طرح رای میآورد مجلس موظف بود ظرف 24 ساعت تکلیف آن را روشن کند سیروس ناصری از به پیشین تیم مذاکره کننده نیز پیشتر گفته بود تأخیر کمیسیون برجام تا کنون سه میلیارد دلار به ایران ضربه زده است او همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم به سیاه نمایی و امید زدایی کرد و گفت با پول مردم علیه آنان عمل می کنند. تنش در روابط ترکیه و روسیه هر روز ابعاد تازه به خودش می‌گیره دو کشور در طی سال‌های گذشته علا رغم اختلافات شدید سیاسی در مورد رویدادهای منطقه اما روابط خوب اقتصادی خودشون رو همچنان حفظ کرده بودن. در حوزه اقتصاد تنها در دو مورد اشاره بکنم که ترکیه بیش از پنجاه درصد گاز مورد نیاز خودش رو از روسیه تعمیم میکنه همینطور در حوزه انرژی هسته‌ای قرارداد مهمی برای احداث نیروگاه با روس‌ها بسته و روس‌ها پیمانکار نخستین نیروگاه اتمی ترکیه موسوم به آکیو در منطقه مرسین هستند. جدا از اینکه نباید نقش توریس روس رو در ارزاوری سالیانه صنعت توریسم ترکیه فراموش کرد. حالا ما شرکت گاز پروم روس گفته احداث خط لوله ترکستریم که یک خط لوله انتقال گاز از زیر دریا هست رو تا مدت نامعلومی متوقف میکنه این تصمیم گازپروم به دنبال تیره شدن روابط دو کشور صورت گرفته احتمال افزایش تنش در روابط دو کشور میتونه حتی پروژه نیروگاه اتمی آکیو رو هم به حالت تعلیق در بیاره آقای ارغان رئیس جمهور ترکیه ما درباره این موضوع گفته ما میتونیم نیاز گازی خودمون رو از جاهای دیگه تامین بکنیم در مورد نیروگاه آکیو هم اگر روس ها نباشن کشورهای دیگه هستن که این نیروگاه رو بسازن اما این روس ها هستن که دوست و شریک تجاری مهمی چون ترکیه رو از دست خواهند داد روز پنجشنبه ما دیمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به سخنان آقای oran göse ki ما برای روابطمان با ترکا ها اهمیت زیادی قائل هستیم و خواهان ادامه همکاری دو کشور در چارچوب منافع مشترک هستیم صحبت هایی که به نظر نمیرسه برای دولت مردان ترکیه کافی باشه روس ها در چند روز گذشته هم نتونستند دلیل قانع کننده ای برای نقض حریم هوایی ترکیه بیارن در آن البته روز پنج شنبه یک بار دیگه ناتو شدیدا به روسیه هشدار داد و قاطعانه از همپیمان جنوبی خودش ترکیه دفاع کرد ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو در نشست وزیران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حتی وعده داد اگر ترکیه با تهدیدی مواجه بشه ناتو آماده اعزام نیرو برای دفاع از ترکیه خواهد بود همینطور آقای استولنبرگ افزایش حملات هوایی و اخیرا موشکی روسیه در سوریه رو نگران کننده خواند و از روسها خواست که دست از حمایت بشار اسد بردارن و نقشی سازنده در سوریه داشته باشند. با این حال آنچه فعلا مشخص است اینه که تیره شدن روابط روسیه و ترکیه برای نگرانی های سیاسی نگرانی های اقتصادی و تجاری رو به همراه داشته به ویژه در حوزه انرژی چرا که ترکیه به شدت وابسته به گاز روسیه و ایران هست و نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز گازی خودش رو از این دو کشور تأمین میکنه فخروسادات محتشمی پور در نامه ای از رئیس قوه قضایی نسبت به عدم آزادی همسرش مصطفی تاجزاده پس از سپری شدن دوره محکومیت 6 سالش اعتراض کرده است. آقای تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و یکی از چهره های سرشناس اصلاح طلبان است که پس از انتخابات مناقشه برانگیز دهمین دوره ی ریاست جمهوری به زندان افتاد و هنوز آزاد نشده است. خانم محتشمی پور همسر آقای تاجزاده در بیش از شش سالی که از زندانی بودن او میگذرد با انتشار نامه های سرگشاده و, و گفتگو با رسانه ها نقش فعالی در اطلاع رسانی از وضعیت زندانیان سیاسی بر عهده داشته و اسفند 89 به دلیل همین فعالیت ها بازداشت و مدتی زندانی شد. وی خطاب به صادق لاریجانی نوشت دوران محکومیت تاجزاده 28 اردی بهشت امسال به پایان رسیده و اگر ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد او رعایت می باید یک سال پیش در آزاد می شود. مطابق این ماده در صورت تعدد جرایم از انواع مختلف در مورد همه آنها حد اکثر مجازات صادر می شود ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود و بقیه مجازات ها اجرا نمی شود. بر این اساس اگر کسی به اتهام های مختلف نظیر اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام محکوم شده باشد، فقط بالاترین مجازاتی که برای یکی از این اتهام ها در قانون پیش شده در موردش اجرا می شود. ظاهرا حکم حبس یک ساله ای که ابتدای سال 93 به دلیل نوشتن نامه ای انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای علیه تاجزاده صادر شده به دوران محکومیت قبلی او افسوده شده است این حکم قیابی صادر شده زیرا تاجزاده غیرعلنی علنی بودن دادگاه را مقایر با اصول قانون اساسی دانست و در آن شرکت نکرد خانم محتشمی پور به رئیس قوه قضاییه نوشته است که این حکم بر اساس پرونده سازی قرارگاه سارالله سپاه به جرم نقد عمل کرده دولت وقت و رهبری و نهادهای تحت امر ایشان برای او صادر شده تا باب نقد مشفقانه و مسلحانه رهبری و مسئولان در جمهوری اسلامی بسته شود. در بخشی از این نامه شماری از پرسش های تاجزاده تکرار شده که او در دوران حبس خود به شکل مختلف مطرح کرده است. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همراه با شمار دیگری از اعضای ارشد این دو تشکل 23 خرداد 88 بازداشت شدند. یکی از پرسش های تاجزاده این است که چرا حکم بازداشت او و جمعی از دوستانش سه روز قبل از انتخابات و در تاریخ 19 خرداد 88 صادر شده است؟ تاجزاده نه ماه پس از بازداشت برای مدتی کوتاه با سپردن وسیقه آزاد شد و از این فرصت برای افشاگری درباره کودتای انتخاباتی استفاده کرد این زندانی سیاسی در همین دوران همراه با شش عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شکایتی علیه شماری از فرماندهان سپاه پاسداران به اتهام کودتا در انتخابات سال 88 به قوه غذایی ارائه کرد. یکی دیگر از پرسش های تاجزاده که در نامه همسرش به لاریجانی منعکس شده مربوط به عدم پیگیری همین شکایت و چند شکایت دیگر از جمله از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است. معاون سابق وزیر کشور شهریور 1393 در نامه ای که از زندان به بیرون فرستاد خبر از ضرب و شتم خود توسط بازجویان و تحت فشار قرار دادنش برای اعتراف علیه اکبر هاشمی رفسنجانی میر حسین موسوی و محمد خاتمی داد محتشمی پور با اشاره به بدرفتاری و محرومیت های اعمال شده بر همسرش از رئیس قوه قضایی پرسیده است چه کینه یا حراسی از او وجود دارد که به شکل ناجوان مردانه نه تنها دور از زن و فرزند و خانواده و دوستان بلکه حتی در حبس انفرادی و دور از همه زندانیان سیاسی و عادی نگاه داشته می شود. همسر تاجزاده در پایان نامه خود عبارتی از صادق لاریجانی را نقل کرده که او اندکی پس از انتصاب به ریاست قوه قضایی در دیدار با جمعی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی گفته است. صادق لاریجانی که دو روز پس از انتخابات جنجالی سال 88 به ریاست قوه قضایی منصوب شد ظاهرا در این دیدار گفته است من آمدم که به قانون عمل کنم و اگر نتوانم با همین عبا و امامه ای که آمده ام در خبری دیگر به دنبال انتشار گزارش ها در خصوص وضعیت سلامتی میر حسین موسوی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 دختران وی در بیانیه ای اعلام کردند که پدرشان در سلامت و در زندان خانگی است. به گزارش روز پنج شنبه 16 مهر ماه وبسایت کلمه دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اضافه کردند که در فاصله ملاقات های هفتگی ما با پدر و مادر خود هیچ گونه تماسی با آنها ندارند. این بیانیه را کوکب، و زهرا و نرگس سه دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد امضا کردند. میرحسین موسوی همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 از بهمن سال 1389 تا کنون در حبس خانگی و بازداشت به سر میبرند. میرحسین موسوی که اردیبهشت سال 1393 با مشکلات قلبی و گوارشی مواجه شده بود پس از انتقال به بیمارستان و بدون حضور فرزندانش تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت. برناردینو لئون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در بحران لیبی اعلام کرد که پس از ماها مذاکره میان گروه های متخاسم در لیبی دولت وحدت ملی تشکیل می شود. آقای لئون در کنفرانسی خبری که در نخستین ساعات روز جمعه 17 مهر در شهر ساحلی سخیرات در مغرب برگزار شد گفت فایز السراج به عنوان نخست وزیر وظیفه رهبری دولت وحدت ملی را به عهده خواهد داشت نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی گفت توافق بر سر دیگر اعضای دولت وحدت ملی نیز به دست آمده است و یک سال بعد از آغاز کار و مذاکره با بیش از 150 شخصیت از همه مناطق لیبی لحظه تشکیل دولت وحدت ملی فرا رسیده است لیبی از سقوط قذافی در پاییز سال 2011 به بعد دستخوش هرج و مرج و خشونت است شهرها توسط گروه های شبه نظامی رقیب کنترل می شود و دو پارلمان و دو دولت قدرت را در دست دارند پارلمانی که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده در شرق لیبی قرار دارد و دولت و پارلمان اسلامگرایان که گروه رقیب به حساب می آیند در ترابلس پایتخت لیبی مستقر شده است فقدان دولتی کارآمد یکی از دلایلی است که موجب شده لیبی به مبدع کشتی های پرشمار حامل پناهجو به مقصد اروپا تبدیل شود اتحادیه اروپا روز چهارشنبه هفتم اکتبر معموریت های نظامی خود در دریای مدیترانه برای پیگرد و شکار قایق های قاچاق ها انسان را گسترش داد معموریت های اتحادیه اروپا برای توقیف و متوقف ساختن قایق‌ها ها به آبهای بین المللی محدود است اتحادیه اروپا برای مأموریت در سواحل لیبی به تایید لیبی نیاز دارد در حالی که تا کنون کسب این تاییدیه به دلیل وجود دو دولت در لیبی امکان پذیر نبود نمایندگان طرف های درگیر در لیبی از سال پیش به دعوت آقای لئون در سخیرات مغرب گرد آمدند تا مذاکرات تشکیل دولت وحدت ملی را برگزار کنند طرح پیشنهادی آقای لئون برای تشکیل دولت وحدت ملی باید به تایید هر دو پارلمان مستقر در شرق و غرب لیبی برسد نماینده ویژه سازمان ملل تشکیل دولت وحدت ملی را یک فرصت برای همه مردم لیبی دانست که گروه های درگیر باید از آن استفاده کنند فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق بین گروه های متخاسم در لیبی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی استقبال کرد وی در بیانیه‌ای که در بروکسل منتشر شد خواستار اجرای هرچه سریعتر موارد توافقی شد خانم موگرینی همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا حاضر است به دولت جدید لیبی تا 100 میلیون یورو کمک مالی کند